سلام، باید یادآوری کنم که اگر ساعت 0 رو از قسمت اول گوش نکردید، لطفاً برگردید و کار ما رو از قسمت اول دنبال کنید. چرا که ساعت 0 یک مجموعه داستان سریالیه که قسمتاش به هم مرتبطه. شما به پادکست ساعت 0 گوش میکنید. درست همون موقع که خیال میکردم گرفتاری امشب تموم شد، برگشتم و دیدم گربه‌ای که تمام وقت دنبالش میگشتم پشت سرم ایستاده و در کمال آرامش داره منو نگاه میکنه. روی پاهام نشستم و اسمشو با هرس صدا زدم. بهیموت بیا پسر، بیا ببینم. گربه هم خیلی نازکنان و ملوس در حالی که دومشو بالا گرفته بود اومد سمتم. در خونه رو باز کردم و گربه رو بردم تو. تو راه برگشت به خونه هر جوری حساب کردم نفهمیدم اون گربه چجوری سر از کوچه در آورده. آخه یادم بود موقعی که میخواستم برم توی خونه، در خونه قفل بود. از طرفی همه سوراخ سنبه‌های خونه هم از داخل کور شده بود و هیچ روزنه‌ای وجود نداشت که این گربه بخواد از توی خونه بیاد بیرون. به این فکر کردم شاید از موقعی که صابخونه میخواسته بره مسافرت، از اون موقع گربه توی حیات یا توی کوچه پلاس بود و برا خودش میپلکیده، ولی به نظر ممکن نمیومد چون سر و وضعش خیلی تمیز و مرتب بود و کاملا میشد فهمید که این گربه گربه ای نیست که توی خیابون دووم بیاره. نمیدونم، هرچی فکر کردم کمتر به نتیجه رسیدم. از اولش هم حس خوبی به این ماجرا نداشتم. اون شب اینقدر فکرم درگیر این اتفاقای مزخرف بود که چیزی از فوتبالم نفهمیدم. سانت بلند و روی دروازه، این ضربه سر از پیکه باز بندازه برای سوارز که نشد. چون فردا عصرم با هانیه قرار داشتم، آخر شب مجبور شدم وایسم لباسامو مرتب کنم و وایسادم پای میز اتو و مشغول اتو کشی لباسا شدم. حقیقتش اینه که یکم ذوق داشتم، انگار بعد مدت‌ها کسی رو پیدا کرده بودم که هم شخصیتش برام جالب بود، هم چهره و تیپش خیلی دوست داشتنی. هانیه یه دختر نسبتاً ریز جسته بود با صورتی گرد، موهای مشکی یه دست که تا روی گردنش می اومد و چشمای درشت دوست داشتنی که خیلی هم نمیشد توی چشماش زل بزنی. دفعه اول که دیدمش یه مانتوی یشمی پوشیده بود با شال قرمز که حسابی تو خاطرم مونده. خوششانسی دیگه ای که آوردم این بود که سلیقه هامونم به هم نزدیک بود. بعد از مدت ها با کسی آشنا شدم که با هم تئاتر رفتیم، فیلم و سریال نگاه کردیم، حتی کتاب رد و بدل کردیم. یه روزم برای پیدا کردن یه کتاب نصف کتاب فروشی های خیابون انقلاب گشتیم و آخرش تو بساط یه دست فروش پیدا شد. اون روزم اتفاقا قرار بود بعد از کافه بریم تئاتر شهر ساعت 8:30 یه نمایش نگاه کنیم. تصورم همیشه از کسایی که ریاضی یا فیزیک میخونن این بود که آدمای خشک و بیرویی هستن که جز فرمول هیچی نمیفهمن، چه برسه به شناختن کارگردانه سینما یا پیگیری مرتب تئاترای روی صحنه. هانیه دانشجوی رشته فیزیکه و آرزوش اینه که بعد از فارغ التحصیلیش بتونه از ایران مهاجرت کنه و بشه یه استاد دانشگاه توی اروپا. شاید هم برای من همین تضادهاست که این دختر رو جذاب کرده. دوشنبه عصر زودتر از موعد قرار با هانیه اومدم کافه. توی راه حرفامو آماده کرده بودم تا ماجرای دیشبو برای حمیدی تعریف کنم و عذر و بهونه بیارم و از زیر بار مسئولیت خلاص بشم. وسایلم روی میز همیشگی که اتفاقا اون روز خالی بود گذاشتم. رفتم دم بار. بعد از سلام علیک به حمیدی گفتم آقا این خونه دوستت عجب قصه ای داشته. حسابی معطل شدم. حمیدی با تعجب نگام کرد و گفت دوستم؟ کدوم دوستم؟ آقای حمیدی، همین مردی که اینجا نشسته بود، شما منو صدا کردی گفتی دوستم میخواد بره مسافرت دیگه. پ-
پرید وسط حرفم. مرد؟ کدوم مرد؟ نمیدونم این دیگه چه شوخی مسخره‌ای بود که راه انداخته بود. با خنده هیستریکی گفتم آقا مسک حافظت تعطیل شده ها. همینطوری که داشت با ابروهای توام کشیده و پیشونی جمع شدهش نگاه میکرد ادامه دادم بابا همون دوستت دیگه موسفیده که دستمال گردن بسته بود، مگه خودت صدام نکردی؟ نگفتی این دوست قدیمی منه، میخواد بره مسافرت و خیلی ساله میشناسمش. عینکشو برداشت و گفت آهان یادم اومد، همون آقایی که این بغل نشسته بود. آره اتفاقا یکی دوباری دیدمش. حالا چی شده؟ رفته مسافرت؟ کلید خونهشو داده به تو که چیکار کنی؟ گفتم آقا مگه خودت صدام نکردی؟ نگفتی این دوست قدیمی منه، خیلی سال میشناسمش و اصلا این کافرم باهاش شریکم. چنان با تعجب گفت نه که من به عقل خودم شک کردم. همون موقع مشتری اومد دم بار تا پول سفارشش رو حساب کنه و تو این فاصله همه اتفاقای اون روز رو توی ذهنم مرور کردم. بی خود نبود که مشکوک شده بودم بهشون. معلوم نیست چه قصه ای پشت این ماجرا هست که از بی خوبون داره میزنه زیرش. مشتری کارت کشید و از مغازه رفت بیرون. با لحن جدیتری از قبل گفتم آقای حمیدی من دیرو رفتم اونجا، هرچی گشتم تو خونه گربه رو پیدا نکردم، آخر سر دیدم تو خیابونه. آقا حقیقتش من نمیتونم مسئولیت قبول کنم، مادم کلیدو بهت بدم خودت یه فکری به حال این مسئله بکنی. یه جوری نگام کرد که انگار دارم اسپانیایی حرف میزنم. بهم گفت چرا داری داد میزنی؟ من اصلا در جریان این قصه ای که میگی نیستم. اون آقا هم رفیقم نیست، مشتری کافه است. قصه گربه چیه؟ من نمیفهمم چی داری میگی. نه خیر، انگار کلن خودشو زده به کوچه ی علیچپ. یادم میاد از شدت عصبانیت ضربان قلبم رفته بود بالا و نبض روی پیشونیم حس میکردم. همیشه موقعی که خیلی عصبانی میشم پیشونیم نبض میزنه. بدون اینکه چیزی بهش بگم زل زدم توی چشماش، دست کردم توی جیبم و کلیدو پرت کردم روی بار. از کافه زدم بیرون تا یکم خودم رو جمع جور کنم و عصبانیتم فروکش کنه. اصلا دوست نداشتم تو این وضعیت هانیه سر برسه و مجبور بشم کل ماجرا رو براش تعریف کنم. واسه همین نشستم رو پله کنار ساختمون، هدفون گذاشتم تو گوشم و یه موزیک پلی کردم. منتظر نشسته بودم تا هانیه بیاد و با هم بریم توی کافه. ایده خوبی بود. اونطوری دیگه خودم رو سرگرم صحبت کردم با هانیه می کردم و حمیدی دیگه احتمالاً موضوع رو پیش نمی کشید. یه سیگار روشن کردم و سعی کردم این جر و بحث رو فراموش کنم و از برافروختگیم کم بشه. آخه من اصلاً بلد نیستم احساساتم رو مخفی کنم و زود لو میرم. به این فکر کردم وقتی که هانیه اومد هوای دلانگیز پاییزی رو بهونه کنم و ازش بخوام که پیاده با هم بریم سمت تئاتر شهر، که یکی زد سرشونه. برگشتم دیدم یکی از کارمندای کافه است. گفت آقا حمیدی میگه یه لحظه بیا. احتمالا فهمیده بود که کارش خیلی زشت بود و میخواد یه جوری معذرت خواهی کنه جمع و جور شده است. با حالت اخمویی گفتم بله آقای حمیدی، کار داشتی با من؟ اشاره کرد بیا پشت بار. رفتم دیدم فیلم دوربین مدار بسته اون روز رو آورده روی لپتاپ. به هم گفت ببین این تاریخ شنبه 13 آبانه، اینم ساعت 4:10 که تو الانا دیگه میای میشینی دم پنجره. یکم فیلمو زد جلو گفت ببین نگاه کن، خودت بلند شدی اومدی کنار این میز و وایسادی به حرف زدن. منم که اون ور کافه وایسادم. باز یکم فیلمو زد جلو گفت ایناهاش، ببین داری تنها باهاش حرف میزنی، الانم باهاش دست میدی و یه چیزی بهت میده، انگار همین دست کلیده. باورم نمیشد. تو تمام این مدت چشام قفل شده بود رو صفحه لپتاپ. یعنی چی؟ یعنی این منم؟ مگه امکان داره؟ خودم اومدم پشت لپتاپ. اول تاریخ فیلمو چک کردم، بعد ساعتشو، یه بار دیگه فیلمو نگاه کردم، حتی به لباسامم دقت کردم. آره اون خود منم، خود خودمم، ولی آخه یعنی چی؟ چطور امکان داره؟ برای بار سوم و چهارم من فیلمو نگاه کردم تا یه دلیلی یا نشونه چیزی پیدا کنم که حداقل به خودم بقبولونم که این فیلم واقعی نیست. یاد اون دخترای دانشجو افتادم که سر صدا می‌کردن. باز فیلمو زدم عقب، ولی نه بیفایده بود. اونا هم توی فیلم مشخص بودن. بد موقعیتی بود. حمیدی با لبخند فاتحانه‌ای برگشت بهم گفت
دیدی؟ باور کردی که بهت میگم من اون مرد رو نمیشناسم؟ پسر تو چرا از کوره در میری؟ من چرا باید به تو دروغ بگم؟ من این مرد رو دو سه بار توی کافه دیدم. بهت گفتم که اون روزم خودت بلند شدی اومدی سر میزش. بعد این حرفا چیه؟ کی گفته من این کافه رو شریکم؟ همینطور پشت لپتاپ خشکم زده بود و دست کلید اون خونه کذایی توی دستم بود. نگام خیره شد روی ساعت گوشه تصویر، 6:23. واقعا ترسیده بودم، نکنه دارم دیوونه میشم. بهتر اصلا این موضوع رو دیگه به کسی نگم. باورم نمیشد، یعنی اصلا امکانی برای باور وجود نداره. حالا چجوری توجیه کنم مسئله رو؟ لابد الان با خودش فکر میکنه معلوم نیست این جوونا چی مصرف میکنن و چی میکشن که مغزشون و افکارشون این همه به هم ریخته میشه. کافیه فقط این موضوع بین رفیقان بچرخه، اون وقتی که کلی حرف پشت سرم در میاد که فلانی دیوونه است یا مشاغلش رو از دست داده یا چه میدونم هزار تا مزخرف دیگه. نگرانی‌های مختلفی که داشتم یه طرف، پیدا کردن صابخونه و تحویل دادن کلید بهش هم یه طرف. تو همین فکرا بودم که یه دفعه صدای آشنایی گفت: سلام عزیزم، میبینم که پشت بار نشستی. ای وای من، هانیه است. حالا باید چیکار کنم؟ چجوری براش توضیح بدم؟ پایان قسمت دوم. ممنون که به ساعت صفر گوش کردید. شما میتونید ساعت صفر رو در همه اپهای پادگیر بشنوید. فقط کافیه عبارت ساعت صفر رو به فارسی سرچ کنید. همینطور میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در تلگرام، توییتر و اینستاگرام. اگر از علاقه‌مندان به ژانر معمایی و یا ترسناک هستید، ساعت صفر رو به دیگران معرفی کنید و منتظر قسمت بعدی ما باشید.